سرخط خبرها و مهمترین ها، دیدار رئیس سازمان صحی جهان با مقام طالبان. منتقدان میگویند این گروه مانع واکسن پولیو شد. نتایج کنکور 1403 با حذف دختران اعلام شد. پاکستان اعلام کرد که جان کارمندان کنسولگرین کشور در فرانکفورت به خطر افتاده است. و همچنان در پایان جوی شیر کابل تصرف شد. مشروع خبرها. تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته در دیدار با نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان در سوئد درباره مرگ فلج کودکان گفتگو کرده است. فلان افغان با انتقاد از این دیدار گفتند طالبان در سالهای گذشته مانع واکسیناسیون فلج کودکان شد. رئیس سازمان بهداشت جهانی در اکس نوشت که در دیدار با جلالی درباره وضعیت صحت در افغانستان صحبت کرده و بر نیاز به افزایش کارزار برای ریشه‌کنی فلج کودکان تاکید کرده است. او گفت که این سازمان به حمایت از مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان ادامه میدهد. وزارت صحت طالبان گفته است که جلالی در نشست درباره مسائل صحی و هماهنگی بیشتر با سازمانهای بین‌المللی در مورد کنترل بیماریهای عفونی و پیشگیری از فلج کودکان صحبت کرده است. سقوط اخلاقی سازمان صحی جهان. این دیدار با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر و مقامهای پیشین افغان مواجه شده است. فوزیه کوفی نماینده سابق پارلمان گفت که عکس گرفتن با نماینده طالبان که 85 فرمان برای محدودسازی و نقض حقوق زنان صادر کرده نشان دهنده سقوط اخلاقی سازمان صحی جهان است. نتایج کنکور 1403 با حذف دختران اعلام شد. اداره ملی امتحانات تحت کنترل طالبان عطل خان رحیمزوی فرزند محمد عظیم از لیسه عالی حبیبه کابل را نمره کنکور 1403 اعلام کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان گزارش داد که عطل خان با بدست آوردن 359.61 نمره به دانشگاه طبی کابل را یافته است. بر اساس اعلام اداره ملی امتحانات سید حامد هاشمی از بلخ با 357.71 نمره دوم نمره، شفیع الله نظامی با 357.25 نمره از فراز سوم نمره شدند. همین گونه ارشاد احمد با 357.15 نمره از لغمان چهارم نمره و صفی الله مهاجر با 355.92 نمره از هرات پنجم نمره شده است. پاکستان اعلام کرد که جان کارمندان کنسولگرین کشور در فرانکفورت به خطر افتاده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که حمله به یک باند فروتی به کنسولگری خود در فرانکفورت و ناکامی مقامات آلمان در حفاظت از حرمت امنیت اماکن دیپلماتیک را شدیداً محکوم می‌کند. این وزارت گفت امنیت کنسولگری نقض شده و جان کارکنان آن به خطر افتاده است. در این اعلامیه از آلمان خواسته شده است که عاملان حمله روز شنبه را فوراً دستگیر کنند. جبهه آزادی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد 4 کشته و زخمی طالبان در کابل. شام دیر و چریکی‌های جبهه آزادی افغانستان با انجام یک عملیات اپراتیوی موفق بازرسی طالبان مزدور را در نزدیکی فابریکه حربی واقع در منطقه جوی شیر شهر کابل هدف قرار دادند. در نتیجه حمله 3 طالب مستقر در این پازگاه کشته و یک تن دیگر از ملیشه‌های این گروه زخم برداشته است. طالبان تا کنون در مورد واکنش نشان نداده است. ناامیدی فاجعه بار شهروندان در حاکمیت طالبان، تعلق خاطر به وطن در حال نابودی است. حاکمیت طالبان به سر ناامیدی فاجعه بار را در کشور پهن کرده است. اکثریت جوانان به دلیل نگرانی از آینده مبهم، تداوم فقر و بیکاری و ترک تحصیل کردن نسل بزرگ از تحصیل کردگان در کشور در ناامیدی کامل به سر میبرند و دغدغه اکثریت مردم از پیر تا جوان ترک کشور است و تعلق خاطر نسبت به وطن در وجود بیشتر شهروندان نابود شده است. شماره از تحصیل کردگان میگویند که هزاران جنگجوی طالب با سپری کردن یک آزمون نمایشی اسناد تحصیلی تا صد دکترا میگیرند که این اقدام انگیزه و انرژی را در وجودشان از بین میبرد. با این حال برخی از دختران بازمانده از آموزش و تحصیل خود را عضو ترد شده جامعه میپندارند و تاکید میورزند که هیچ امید با آینده ندارند و زندگیشان به طرز وحشتناک غم‌انگیز به پیش میرود. شمار زیاد از شهروندان کشور تحت سیطره حاکمیت طالبان از ناامیدی گسترده و عدم حس تعلق به کشور سخن میگویند. آنان میگویند که در جریان 3 سال گذشته بر رغم ناملایمات فراوان انتظار بهبودی اوضاع را داشتند، اما اکنون امیدهایشان به یأس مبدل شده و فکر میکنند که در زندان سرباز زندگی میکنند. شهروندان کشور تاکید میکنند که اگر ترس از سرکوب وحشیانه و ظالمانه طالبان نباشد، مردم افغانستان که طالبانی نمیاندیشند یک روز تحمل حاکمیت این گروه را نخواهند داشت. با گفته آنان کشور اکنون به یک مدرسه طالبان تبدیل شده و از صدا و سیمای مردم خستگی و ناامیدی به خوبی نمایان می شود.
تعداد زیاد از شهروندان کشور در گفتگو با اشت صبح تایید میکنند که فساد اداری مالی و جنسی طالبان به شکل بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته و به دلیل فضای بسته و سرکوبگرانه به ندرت رسانه‌ای میشود. به گفته آنان ایف میل دارایی های آمد به ویژه معدن کشور به اوج خود رسیده و از زنگ چور نواخته شده است. همچنان نوارهای تصویری زیاد در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که شمار شهروندان به ویژه کسبکاران و افراد بیکار در برابر دوربین یوتیوبران از شدت فقر و بیکاری اشک می ریزند و تاکید می کنند که توانایی پیدا کردن یک لقمه نان خشک را برای فرزندان خود ندارند. یما نام مستعار یکی از جوانان در صحبت با روزنامه اش صبح وضعیت کنونی افغانستان را به سونامی خاموش تشبیه می کند. او می گوید که انتظار هر فاجعه را باید از وضعیت کنونی کشور داشت و گفته او نسل عظیم از تحصیل کردگان در ناامیدی کامل قرار دارند و هم فکر بیرون شدن از افغانستان را دارند و تعلق خاطر نسبت به وطن در وجودشان رو به نابودی است. آقای یما می افزاید جوانان انگیزه به دانش و تحصیل ندارند، زیر آینه روشن برای خود نمی بینند. من خود که با تلاش های زیاد توانستم به برنامه کارشناسی ارشد را پیدا کنم، پس از یک سمستر دست ترک تحصیل کردم، چون انگیزه و اشتیاق در من مرده است. و از سوی دیگر می بینم که طالبان در یک روز از 50,000 طالب آزمون تزوید درجه تحصیلی مستری می گیرد و آنها را به عنوان کارشناس ارشد تقدیم جامعه می کند. این اقدام یک آفت برای دانش و تحصیل آینده این سرزمین است. این جوان تحصیل کرده میگوید که شهروندان کشور هیچ گونه مسئولیت و آزادی ندارند و نیز فساد در اداره های طالبان بیداد میکند و هیچ کاری بدون پرداخت رشوت انجام نمیشود. به گفته او تهدید، آزار، اذیت، فقر و بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، خشونت و بیماری های روانی زندگی مردم را با دشواری های زیاد روبرو ساخته است. آقای اما تاکید میکند همکنون در تمام خانواده هایی که دخترانشان از آموزش تعلیم تحصیل محروم ماندند، یک اندوه ناامیدی بالقوه وجود دارد که باعث افزایش فشارها و بیماری های روانی و حتی خودکشی شده است. با این حال آیدا نامستعار از دختران بازمانده از تحصیل اندوه های فراوان و حرف های ناگفته بشمار دارد. او که خود را عضو پرشده جامعه احساس میکند، تاکید میورزد که هیچ امید با آینده ندارد و زندگیش به طرز وحشتناک و تردی که از جامعه شده از زخمای روزها او را چون موریانا خواهند خورد. بانو آیدا وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان را غیر قابل بیان میداند و میگوید که دانشجوی سال سوم رشته خبرنگاری دانشگاه بدخشان بوده که بعد از سر طالبان خانه‌نشین شده است. به گفته او ضربات که بر روح و روان دختران در افغانستان زده شده جبران ناپذیر است. او به یاد می آورد که با چه شوق انرژی و وسم ناپذیر به دانشگاه می رفت و آرزوهای بزرگ داشت. این دختر بازمانده از تحصیل می گوید حالا هم آرام ننشستم، کتاب می خوانم، در دانشگاه آنلاین درس می خوانم. اما حس این که ما از جامعه ترد شده ایم، از تحصیل کار منع شده ایم، ضربه بزرگ بر روح و روانم می زند. بچه های همصنفی ما جشن فراغت گرفتند و لباس فراغت بر تن کردند. ما فقط عکس هایشان را دیدیم و گریستیم. وقتی عکس هایشان را در صفحه های مجازی دیدیم، اشکهایم جاری شد. از بس که سرم بد تاثیر کرده بود که واقعا به چی جرمی ما در خانه زندانی شده ایم.